امتیازدهی همستر کمبت تغییر کرد، مقدار درآمدی که بر اکانت شما محاسبه میشه رو نسبت به پروفیت یا سکه بود قدیم، ولی الان تو این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که این امتیازدهی تغییر کرد و بر چه اساسی به شما توکن تعلق میگیره که خودتون تو خونه محاسبه کنید. هر چند تا اکانت همستر دارید به راحتی میتونید محاسبه کنید، ببینید مقدار درآمدتون از همستر کمبت میتونه چقدر باشه. بریم ادامه ویدیو. فقط قبل ادامه ویدیو ازتون خواهش مندم که این ویدیو رو لایک کنید و اینکه روی دکمه سابسکرایب بزنید و اگه دوست داشتید یه کامنت هم بذارید که بریم داخل موبایل تا کامل بهتون روند رو توضیح بدم. بریم داخل موبایل. خب بریم با هم بررسی کنیم این قضیه، ببینیم چطوره. خب دوستان عزیز، همستر کمبت بازی که 250 تا 250 میلیون پلیر توی خودش داره. خب میخوام تو این ویدیو بهتون کامل توضیح بدم که نه پروفیت مهمه، نه سکه مهمه، نه ارتقای کارتا مهمه، هیچ کدوم از این کارتا مهم نیستم و میخوایم با هم کامل بررسی کنیم ببینیم چه جوری به چه مقدار به ما توکن میده، بر چه اساسی ممکنه به ما توکن تعلق بگیره، آیا ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم که توکن بیشتری بهمون داده بشه و چیکار کنیم، چجوری محاسبه کنیم توکنی که بهمون تعلق میگیره رو. خب ببینید دوستان، من کلی ویدیو گذاشتم در رابطه با اینکه چیکار کنیم که ما توی همستر کمبت بهتر عمل کرد بهتره داشته باشیم، که ویدیوهاش همش توی چنل هست، اگه دوست داشتید برید اون ویدیو رو ببینید. ولی خب اصل مطلب از اونجاست که چقدر توکن قراره به همه برسه که ما بتونیم محاسبه خودمون رو انجام بدیم. خب بچه ها ببینید، الان فکر میکنم نهایتا از توی همستر کمبت هلوش 10 میلیارد توکن قراره سوپلای بشه و 10 میلیارد توکن قراره به همه ما برسه. این مقدار توکن، خب توکن های خیلی زیادی هستن، ولی نه برای 250 میلیون آدم، و 250 میلیون آدم اگه بخوان 10 میلیارد توکن بهشون تعلق بگیره، خیلی 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 کم مبلغ کمی هستش و این که اصلا برای ما نمیصرفه. ولی خب الان میخوایم با هم بررسی دقیق کنیم، بیایم توی ماشین حساب. پس ما گفتیم چقدر قراره توکن به همه برسه؟ 10 میلیارد. چند نفر توی همستر کمبت هستن؟ 250 میلیون کاربر داره. خب 250 میلیون نفر، خب ما داریم الان حدسی میگیم. خب از این 250 میلیون نفر قرار نیست همه 250 میلیون نفر کاربر همستر کمبت باشند، و اینکه من دارم میگم خیلی خوبش رو حساب کنیم 100 میلیون کلا کاربر داره، بقیهشون میدونید چیان؟ بقیهشون اکانت های فیک هستن، اکانت هایی هستن که از طرف رفرال خود شما تو خانوادتون 3-4 نفر آدم دارید اووردید توی همستر کمبت و مثلا دعوتشون کردید و به عنوان رفرال برای خودتون ثبتش کردید و الان برای اونها هیچ در واقع سکه یا پروفیتی اضافه نمی کنید. و نکته اصلی اینجاست که 100 میلیونی که من دارم حساب می کنم کاربرای فعالش هستم و خیلی هم دارم زیاد حساب می کنم. خب پس الان ما اگه 100 میلیون حساب کنیم میشه الان هلوشه که الان باید کامل باشه. ما اگه 10 میلیارد توکن داشته باشیم که قراره به همه گی سوپلای بشه، تقسیم بر 100 میلیون که بازم میگم این 100 میلیون خیلی کم میشه، نه یک سری ها پروفیتشون 2 میلیون باشه، ممکنه یکی ها سکه هاشون بیشتر باشه، ممکنه خیلی ها زحمت بیشتری کشیده باشن، اون کسایی که حالا رفرال گرفتن، اون کسایی هن که حالا یوتیوبر بودن یا مثل ما چنل داشتن و کنستن اوایل بزنن و کلی رفرال بگیرن، ولی خب کسایی هستن که رفرال ندارن و اینکه مردم هستن و فعالیتشون نسبتاً معمولیه، و معمولی که نیست، فعالیتشون خوبه ولی خب در اصل رفرال خیلی کم میگرفتن. میخوام در رابطه با اونا صحبت کنیم. خب اگه ما حساب کنیم
مثلا امثال کسایی که رفرال زیاد گرفتن و پروفیتشون خیلی زیاده، مثلا 2 میلیون رد کرده سکه‌هاشون خیلی زیاده، بخوام از این 100 تا در واقع 100 تا توکنی که به همه تعلق میگیره 20 تا هم به اون تعلق بگیره، یا مثلا 20 تا که زیاده 15%، ما میگیم خیلی زیاد میشه 15% 100 تا، یعنی خلاصه به اون کسا خیلی بیشتر میرسه و تعدادشون هم چون کمتره بهشون خیلی بیشتر میرسه. اگه محاسبه رو خودتون دقیق‌تر حساب کنید متوجه این قضیه میشید. و اگه ما بزنیم 75 تا توکن به هر نفر برسه، یعنی با معادلات درست که الان با معادلات دقیقی انجام دادیم، یعنی که همه کسایی که پروفیتی حتی بیشتری هم که دارن میتونن انقدر داشته باشن، یعنی پروفیت خیلی کمتری داشته باشن، میتونن در نهایت انقدر در واقع توکن داشته باشن. حالا انقدر توکن میشه چقدر پول؟ ببینید نیا کنید، حالا من یه ویدیو گذاشتم در رابطه با قیمت همستر کمبت که الان میتونید ببینید، ولی خب نیازی نیست همینجا کامل فورس ماژور بهتون توضیح میدم که قیمت همستر کمبت در نهایت قراره چقدر بشه. خب قراره یک مقدار نصف پولش رو بده همستر کمبت، یعنی همچین قضیه که میاد چیکار میکنه که میاد نصفش رو میگیره از ما، نصفش رو میتونیم بفروشیم و نصف بقیهش رو در خودش میگذاره و نصفش بقیهش رو ظاهرا قراره NFT به ما بده و یا اینکه فضای رقابتی بذاره بین ما و کاربرهای دیگه. و نکته خیلی خیلی مهمی که میخوام الان ما هم بررسی کنیم اینه که قیمتش قراره چقدر بشه. خب ما الان بیام توی ماشین حساب 75 توکن، حالا من قیمتی که محاسبه کردم 75 تا توکن ضرب داره 60 سنت درسته که میشه 45 دلار، که اگه 45 دلار باشه یه چیز هولوش 2,700,000 میشه، که الان بگیم ما 50 دلار رو دقیق بخوام حساب کنیم، اون 2 دلار هم که هیچی میشه سه بدین که مقدار رقم خیلی مناسبی هستش. و اگه شما در واقع 4 تا اکانت داشته باشید میگه چیزی حدوشه 12 میلیون میتونید به راحتی به دست بیارید، یا اگه هم ندارید میتونید با آموزش های با شعور مجلسی رایگان بسازید و در واقع این اکانت هایتون رو بیشتر کنید به 12 میلیون برسید. همین در نهایت روی احتمالات و تقسیم بندی هایی که با هم کردیم میشه یک نظریه خیلی مهمی روش حساب کرد به عنوان چیزی که میشه الان در نظر گرفت و حتما هم در آینده همین خواهد بود. ازتون خواهشی که دارم اینه که کامنت بذارید، من به تمامی کامنت ها پاسخ میدم، و اینکه دوست داشتید ما رو حمایت کنید و لایک و سابسکرایب اصلا فراموش نشه دوستان. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدارتون باشه عزیزان.